اطلاعیه 1369 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع تخریب مراکز و اماکن مذهبی سایر پیروان ادیان، فقط ویرانی و تخریب و آوار پیامدهای آن بر زندگی، جان و مال شهروندان، در کنار دزدی، غارت، اختلاس، بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام، فقط تخریب است و ویرانی که دستاورد 40 ساله دولت جمهوری اسلامی ایران است. از تخریب خانه آسیه پناهی، قبر حسین سودمند، مساجد و بناهای اهل سنت، آرامگاه‌های بهائیان و قبور دیگر اندیشان در شهرهای مختلف ایران گرفته تا در هم کوبیدن کلیساها و قبرستان‌های پیروان آیین مسیحیت و این دستورهای مستقیم یا غیر مستقیم برای تخریب اماکن مقدس، قبور پیروان ادیان و محروم کردن دگراندیشان ایران از حق زندگی به عنوان یک شهروند، موجب تنگتر شدن عرصه زندگی برای آنان گردیده. زیرا ماهیت جمهوری اسلامی ایران، الگوهای رفتاری و باورهای نیروهای تحت فرمانش بر اساس سیاستهای ضد مردمی، تجاوز به حقوق بشر، اعدام و پیگرد و شکنجه دگراندیشان و تعدی و ستم بر شهروندان است. در حقیقت نیش عقرب نه از ره کین است، اختزای طبیعتش این است. تخریب اماکن مذهبی باورمندان به سایر ادیان نیز شیوه دیگری است از رفتارهای غیر انسانی و ناعادلانه که توسط دولت مردان جمهوری اسلامی ایران برای از بین بردن هر نوع باور به جز آن اسلامی که دولت مردان ایران مدعی آنند اعمال می شود. اقداماتی در ادامه فتنه انگیزی و ترویج خشونت و ظلم در مورد آحاد ملت، زیرا اقوام ایرانی در بسیاری از موارد از باورمندان به سایر ادیان نیز محسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند و از هر دو جهت در معرض تبعیض قرار دارند. کلیسای ادونیست ها در تهران بنایی بود تاریخی و ارزشمند که ابتدا بخش‌های درونی آن از جمله ساختمانی با قدمت زمان قاجار تا حال تخریب شد و در ادامه 19 آبان ماه سال جاری تمامی این اثر تاریخی ارزشمند با خاک یکسان شد. اما این اولین بار نیست که دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به تخریب اماکن تاریخی مربوط به دگراندیشان می‌کند. بهمن 1372 مسجد شیخ فضل الله مشهد به همین شیوه شبانه تخریب و به فضای سبز تبدیل شد. آبان 1383 مسجد اهل سنت شرکت نفت آبادان پلمب و بانیان آن روانه زندان شدند. آبان 1386 مسجد جوادیه شهرستان بجنورد شبانه تخریب و به فضای سبز تبدیل شد. شهریور 1387 بابستن راه‌ها تخریب مدرسه دینی امام ابو حنیفه زابل را هم به انجام رسانند. مرداد 1390 کلیسای تاریخی کرمان که در لیست آثار ملی ثبت بود به کلی تخریب گشت. خرداد سال 1396 گورستان تاریخی مسیحیان کرمانشاه تخریب و به محل دپوی زباله تبدیل شد. اسفند 1397 مسجد اهل سنت چابهار توسط شهرداری با خاک یکسان گردید و برای ممانعت از عکس برداری زمان تخریب مسیرهای منتهی به مسجد بسته شد. آذر ماه 1398 تخریب بخشی از گورستان مسیحیان در اصفهان که شمار زیادی از قبرها و صلیب‌های این گورستان شکسته و ویران شد و همچنین این ویرانگری‌ها ادامه دارد. با استناد به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده 558 قانون مجازات اسلامی که سزای تخریب میراث فرهنگی را تا 10 سال حبس و جبران خسارت وارده می‌داند، ماده 560 قانون مجازات اسلامی که مجازات 1 تا 3 سال حبس را برای خرابی و یا لطمه به آثار تاریخی فرهنگی در نظر گرفته است و ماده 562 قانون مجازات اسلامی که مجازات تعرض به حریم حفاظت آثار باستانی را هم از 1 تا 3 سال حبس تعیین کرده، ما جا
جمهوری اسلامی ایران را ناقض قوانین داخلی و بین المللی در رابطه با حفظ و نگهداری اماکن تاریخی و مذهبی دانسته. انگشت اتهام ما به سوی دولت مردان ایران اشاره دارد. دولتی دارای نهادهای پشتیبان از یک استبداد مذهبی همراه با عملکردی ناعادلانه که مسئول تخریب تمام آثار و اماکن تاریخی و مذهبی است. علارغم پذیرش و امضای کنوانسیون بین المللی حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان که موظف به اجرای قوانین مندرج در آن می باشد. کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان.